درود دوستان و همراهان گرامی، به کانال آبای مینا خوش آمدید. یک بابایی بود که خارکنی میکرد و یک زن و دوتا پسر بچه داشت. یک روز غروب که از بیابان برگشت، خارهایی را که کنده بود داد جایش یک مرغ گرفت. مرغ را برد خانه. به زن و پسرهایش گفت امشبه را دندان رو جگر بگذارید و با گشنگی بسازید. عوضش از فردا شب تخم مرغ دارید که آتق نانتان کنید. شب گذشت و صبح شد و مرغ بنا کرد قدقد کردن و وقتی از صدا افتاد و رفتن نگاه کردند، دیدند خدا بدهد برکت. مرغشان تخم کرده، آن هم چه تخمی؟ یک تخم طلا. خارکن با هزار ذوق و شوق تخم طلا را برداشت، رفت بازار به یک جواهر فروش فروخت و همه چیز از رخت و لباس و کفش و جوراب برای زنش و پسرهایش خرید و همه جور گوشت و روغن و بنشن و برنج و بلغور و فرش و چراغ و اسباب زندگی هم گرفت، داد کول چند تا حمال گردن کلفت و راهی خانه شد. از آن ور بشنوید که این مرغ همین جور هر روز یک تخم طلا می گذاشت و حالا دیگر خانواده آن خارکن فقیر پول و ثروتشان از پارو بالا می رفت. جواهر فروش هم که می دید مرد روزی یک تخم طلا برای فروش می آورد، به فکر افتاد که تهاتوی قضیه را در بیاورد. پیرزن محتالهی را که می شناخت دنبال مرد فرستاد، رفت قصری را که تازگی خریده بود یاد گرفت. با زنش آشنایی به هم زد و رد کار را گرفت تا بالاخره یک روز آمد به جواهر فروش گفت مژده بده که بالاخره هر جور بود توانستم زیر پای زن بنشینم و زبانش را وا کنم. یک مرغ دارم که روزی یک تخم طلا می کند. جواهر فروش رفت تو فکر و کشیدن نقشه که آیا چجوری بتواند مرغ را از چنگ آنها بیرون بیاورد، تا اینکه زد و چند روزی مرد پیدایش نشد و یک روز غروب پیرزن برایش خبر آورد که بله، مرد ناخوش شد و افتاد و چند روزی بسترگیر شد و امروز بعد از ظهر مرد. جواهر فروش که انگار خدا دنیا را بهش داده بود گفت حالا اگر میخوای از مال دنیا بی نیازت کنم، باید یک شگردی بزنی و زن را راضی کنی معشوقه من بشود. محتاله هم آمد و رفتش را با زن از آن که بود بیشتر کرد، جوری که دیگر یواش یواش فقط سری و بالینی از هم جدا بودند. همین جور از آقایی و دست و دلبازی جواهر فروشه پیش زن زبان ریزی می کرد و می گفت تو جوان و خوشبر و روی، تا کی می خوای به غم شوهر مردت بشینی؟ تا این که بالاخره زن را از راه به در کرد و دستش را گذاشت تو دست جواهر فروشه. زن هم که انگار مادهش مستعد بود، حسابی افتاد تو دام عشق جواهر فروشه، جوری که دیگه اگر یک روز اون رو دزدکی از بچه هاش نمی دید، حال جنون بهش دست می داد. جواهر فروش که کار رو به اینجا کشند، یواش یواش آمد و رفت پیش زن را به بهانه های جور به جور عقب انداخت تا اینکه یک بار پاک ترکش کرد. زن که اینجور دید دامن محتاله را چسبید که فکری به حال زار من بکن که دارم از دست می روم. پیر زن گفت باید یک کاری بکنی که او بفهمد تو چقدر خاطرش را می خواهی. دوتایی نشستند به فکر کردن و نقشه کشیدن که چه بکنند و چه نکنند که پیرزن یک هو با خوشحالی از جا جست که فهمیدم چه کار باید بکنیم. بگو بارکلا. برای اون که خاطر خواهید رو بهش ثابت کنی، بهترین راهش اینه که مرغ تخم طلا رو برای سر ببری و یک خوراک خوشمزه درست کنی تا من هم برم و هر جور و به هر زبان که شده بیارمش. زن گفت مرغ تخم طلا که هیچ، جان و تخم چشمهایم را هم اگر بخواهد فدای قدمش می کنم. وعده کار را گذاشتند برای همان شب. پیرزن محتاله رفت،
زن هم پا شد مرغ را آورد، سرش را برید و یک فسنجان حسابی پخت و رفت حمام که خودش را برای مرد بسازد. غروب که شد پسر بچه ها از مکتب خانه آمدند. دیدن ننهشان نیست. در دیگ را برداشتند و گفتند آخ جان! یکیشان دل مرغ را درآورد و خورد، یکیشان جگرش را. و از بس که بازی و شیطانی کرده بودند، رفتند، گرفتند، خوابیدند. شب که جواهر فروش آمد و سفره پهن شد، مرد نگاه کردید که نه از دل مرغ خبری هست و نه از جگرش. پرسید پس دل و جگر این مرغ کجاست؟ زن گفت دل و جگرش را هم انداخته بودم تو خورش. لابد بچه ها که از مکتب برگشتند گشنه‌شان بوده، رفتن سر دیگ و کلکش را کندند. جواهر فروش گفت تو می دونستی که این مرغ اصل کاری دل و جگرشه، برای همینم اونا رو دادی بچه هات بخورن. الا للا که اگر می خوای خاطرت پیش من عزیز بمونه، باید یک کاری بکنی که اونا دل و جگر مرغ تختلا رو بالا بیارند و بیاری بدی به من. زن گریه کنان گفت برای این که بدونی چقدر خاطرت پیش من عزیزه، حتی حاضرم شکمشون رو پاره کنم و دل و جگر مرغ رو تا هضم نشده درارم. جواهری گفت نه، احتیاجی به این کار نیست، چون دل و جگر این مرغ توی معده میمونه و هضم نمیشه. حالا که تو با من همراهی، سر فرصت یک فکر معقول میکنیم. و برای اینکه به زن خاطر جمعی داده باشه، اون رو کشید جلو و بغلش کرد و با هم به ماچ و بوس مشغول شدند. اما نگو بچه ها همون اول صدای در بیدارشون کرده بود و نوک پنجه اومده بودند پشت در اتاق ببینند حال روز از چه قراره و همه ی حرف ها و کارهای ننه و مول ننه‌شون رو شنیده و دیده بودند. برگشتند به اتاقشون و از اینکه ننه‌شون گفته بود حاضر شکمشون رو برای درآوردن دل و جگر مرغ تخم طلا پاره کنه، یک شکم سیر گریه کردند. بعد هم نشستند، عقلهاشون رو ریختن روی هم که چه بکنند و چه نکنند. و وقتی دیدند کار زیادی ازشون ساخته نیست، به این نتیجه رسیدند که بهتره تا کار به جاهای باریک نکشیده و جونشون بی خودی به خطر نیفتاده، قید مادره رو بزنند و سرشون رو بردارند و راه بیفتند و از این شهر برند. حالا زن و جواهر فروش رو تو اون اتاق مشغول هم داشته باشید. رد پسر بچه ها رو بگیریم و بریم ببینیم چی به سرشون میاد. اونها شبونه از خونه زدند بیرون و رفتند و رفتند و رفتند تا اول آفتاب رسیدند به سر یک دوراهی. یک خورده نشستند، خستگی گرفتند و وقتی خواستند به راهشون ادامه بدند، دیدند روی تخت سنگی کتیبه کردند که دو تن به یک راه نروند، هر که به راه خود. پشک انداختند و هر کدام بعد از وداع قدم به راهی گذاشتند که تقدیر برایشان انتخاب کرده بود. از پسر بچه بزرگ که دل مرغ را خورده بود بشنوید که رفت و رفت و رفت تا به یک شهر بزرگ آبادی رسید. دید همه مردم بیرون حصار شهر جمع شدند و قلقله ایست که سگ صاحبش را نمی شناسد. از این و آن پرسید چه خبر است؟ گفتند شاه ما بی جانشین مرده و قرار است امروز مرغ اقبال را پرواز بدهند برایش جانشین معلوم کنند. همان وقت مرغ اقبال که از بالای یک بلندی پرش داده بودند، تو آسمان چرخ زد و چرخ زد و چرخ زد و یک راست آمد نشست روی شانه سعد که اسم همان پسرک بزرگتر باشد. گفتند این بچه مال این شهر نیست. دوباره و سه باره مرغ را پر دادند و هر بار چرخ زد و آمد نشست روی شانه سعد. اونها هم که دیدند اینجوره، ناچار گفتند مبارک است. دست سعد رو گرفتند و بردند، نشوندندش روی تخت و تاج شاهی رو گذاشتند سرش و اسمش رو گذاشتند شاه سلطان سعد. حالا بشنوید از سعید، پسر کوچیکه که رفت و رفت و رفت تا جایی که دیگه رمق به زانوهاش نموند.
کنجی رو پیدا کرد و از زور خستگی افتاد و به خواب رفت. یک وقت از حرارت آفتاب که بهش تابیده بود بیدار شد و چشمهاشو مالید و اینور و اونورش رو نگاه کرد. دید جایی که سرش رو گذاشته بود یک انبانچه چرمی است. برش داشت و توش رو نگاه کرد. دید جلال خالق. پر از سکه های طلاست. شمرد. درست 100 تا. شکر خدا رو کرد و کیسه رو برداشت و راه افتاد. تا بعد از غروب آفتاب رسید به شهری. غذایی خرید و خورد. شکمی از عزا در آورد و رفت توی کاروانسرایی اتاقی گرفت و خواب سیری کرد. و با صبح که از خواب بیدار شد دید یک انبانچه این انبانچه دیروزی زیر سرشه. با 100 تا سکه تازه ضرب طلا. شستش خبردار شد که چه نشسته ای که این از برکت خوردن جیر مرغ تقم طلاست. خوشحال خرم رفت حموم و سر و تن و کاکل رو صفا داد. رفت بازار از سر تا پای خودش رو نونوار کرد و رفت دکان کله پزی نشست و شکم رو که از عزا در آورد دید خلایق تو خودشون پشپش می کنند که باز امروز صبح یک جوون مادر مرده دیگه خاکستر نشین شده. پرسید ماجرا از چه قرار است؟ گفتند دختر پادشاه ما دلارام دختری است که مادر فلک دیگر از زیبایی مثلش را نزاییده. 39 تا کنیز هم دارد، یکی از یکی خوشگلتر که همه با خودش توی یک قصر سر به فلک کشیده زندگی می کند. هر که خواستگار دختر باشد می برندش به قصر. دلارام تا 39 شب هر شب یکی از کنیزها را به رخت خواب خواستگارش می فرستد و شبی 100 اشرفی ازش می گیرد. اگر توانست تا آخر دوام بیاورد شب 40 نوبت خودش می شود. اما تا حالا هیچ کس نتوانسته تنگه این خرج را بشکند و هر که پا پیش گذاشته پس از چند شب آمده جلو قصر از عشق دلارام خاکستر نشین شده. سعید تو دلش گفت دلارام نصیب منه. رفت جلو قصر. گفت اومدم از ملکه دلارام خواستگاری کنم. پرسیدند شرط و شروطش رو هم میدونی یا فقط هوای خاکستر نشینی به سرت زده؟ گفت شرط و شروطش رو میدونم. این هم 200 اشرفی 2 شب اولش. چی سرتون رو درد بیارم؟ تا 39 شب شبی 100 اشرفی داد و نوبت کنیزها گذشت و نوبت رسید به خود دلارام. نگو دلارام تعجب کرده که سعید این همه پول رو از کجا میاره و با خودش عهد کرده که هر جور شده باید از سر و سوی این کار سر در بیاره. امشب و فردا شب رو دندون به جگر گذاشت و دنده به قضا داد. تا اینکه شب سوم تونست بنگ زیادی تو شراب سعید بریزه و در عالم بیخودی زیر زبونش رو بکشه که بله، خانومی که تو باشی من جگر مرغ تخم طلا رو خوردم و از اون شب صبح به صبح که بیدار میشم یک کیسه پر از سکه طلای تازه ضرب زیر سرمه. آه از نهاد دلارام بلند شد که نامرد، جگر مرغ تخم طلا رو زهرمار کردی که بیای اینجا و برای من ادای خروس نکبت رو در بیاری؟ من اسرار و خاصیت‌های اون مرغ لعنتی رو از سیر تا پیاز میدونم. باش تا بلایی به روزگارت بیارم که مرغ هوا و ماهی دریا به حالت گریه کند. اون وقت سعید رو که از هوش رفته بود دمر کرد و سرش رو گذاشت تو تشت طلا و چنان لگدی حواله پشتش کرد که نفسش پس رفت و بالا آورد و جگر مرغ افتاد وسط تشت که فوری برداشت شست و پر و پاکیزش کرد و خورد. شبانه داد سعید رو کشون کشون بردند انداختند رو تل خاکستر جلوی میدانچه قصر. کله سحر خونکی هوا سعید رو به حال آورد. دست برد که دلارام رو بغل کنه که یک مشت خاکستر به چنگش اومد. چشماشو مالید و دید ای دل غافل، نه یار هست و نه بستر یار. اون مونده روی خاکستر یار. زیر سرش رو نگاه کردید از کیسه هم خبری نیست. با دل و دماغ سوخته پا شد و راه افتاد. حالا چه بکند و چه نکند دید جز سر به بیابون گذاشتن چاره ای نداره.
راه بیابون رو گرفت و رفت و رفت تا دم چشمه‌ای زیر درختی چشمش به سه تا جوون افتاد. دید دارن با هم جنگ و جدل می کنند و چنگ و دندون نشونه هم می دن. پرسید: چتونه؟ مگر خوشی زیر دلتون زده؟ یکیشون گفت: پسر جان، ما سه تا برادریم و مشکلی داریم که فقط با زور باید حلش کنیم. گفت: آخه این چه جور مشکلیه که با مسالمت نمیشه حلش کرد؟ گفتند: پدر ما مرده و قالیچه ای و انبانی و سرمدانی برامون ارث گذاشته که هر کدومش خاصیتی داره. اگه رو قالیچه بشینی و به حق حضرت سلیمان قسمش بدی، پرواز میکنه و هر جا که اراده کرده باشی میرسوندت. این انبان هم هر وقت دست توش کنی، هر چی دلت بخواد از توش در میاری. میله این سرمدون هم به چشمت بکشی، از چشم همه غایبت میکنه. میبینی که تقسیم این چیزها به طوری که کسی مقبول نشه آسون نیست. سعید گفت: هیچ مشکلی نیست که راهی نداشته باشه. حالا اگر شما رضایت بدید، من میرم پشت این درخت، سه تا چوبه تیر بر میدارم و روی یکی مینویسم انبان، روی یکی قالیچه و روی یکی سرمدان. بعد میام هر سه چوبه رو پرتاب میکنم. اون وقت شما میرید هر کدومتون یکی رو پیدا میکنید و بر میگردونید. به هر چه روی اون نوشته بود رضا میدید و برادریتون رو با هم حفظ میکنید. گفتند: خدا پدرت رو بیامرزه که نجاتمون دادی. هر چی میگی قبول میکنیم. سعید رفت پشت درخت و با سه چوبه تیر برگشت و گذاشت توی کمان. یکی یکی انداخت. بعد رو کرد به برادرها و گفت: حالا برید تیرها رو بیارید، ببینیم نصیب و قسمت هر کدومتون چیه. همین که برادرها به طرف تیرها دویدند، سعید سرمدان و انبانچه را برداشت و پرید روی قالیچه نشست و گفت: به حق حضرت سلیمان، مرا به پشت بام قصر دلارام برسان، که تا برادرها بفهمند دنیا دست کیست. قالیچه به هوا تنوره کشید و روی بام قصر دلارام پایین آمد. سعید قالیچه را همانجا گذاشت و میل سرمدان را به چشم کشید. اومد پایین تا به اتاق دلارام رسید. دید تازه براش سفره انداختند و نشسته که نهار بخوره. دست و انبان کرد و به نیت بیهوش دارو رو پاشید رو بشقاب پلو. دلارام تا لقمه را برداشت به دهن برد، آهی کشید و از حال رفت. سعید مشتی به پشتش زد تا جگر مرغ تختلا رو برگردونه. اون وقت زود دست به کار شد، اول جگر مرغ رو با آفتاب لگن شست و خورد و بعد دلارام رو کول کرد و برد رو پشت بوم. انداختش رو قالیچه. خودش هم نشست و گفت: به حق حضرت سلیمون، ما رو به یک جزیره خالی برسون. که قالیچه تکانی خورد و به پرواز در اومد و در جزیره دوری نشست به زمین. دلارام که به خود آمد و چشم باز کرد، دید این تو بمیری از آن تو بمیری ها نیست. جایی گیر افتاده که عقاب پر می اندازد و پهلوان سپر. باز خواهی نخواهی دندان رو جگر گذاشت و به هر توقعی که سعید از او داشت تن داد. اما زیر جلکی همه چیز را می پایید و اول دفعه که سعید رفت پشت و با جور به جور غذاها و میوه ها برگشت که شکمشان را سیر کنند، فهمید که پای انبانچه و سرمدان و قالیچه حضرت سلیمان در میان است که یک جوری به چنگ سعید افتاده. تا روزی که سعید برای آبتنی توی چشمه رفته بود، فرصت را غنیمت شمرد و خودش را رساند به جایی که حد زده بود باید قالیچه و بقیه چیزها را آنجا قایم کرده باشد. انبان و سرمدان را برداشت و نشست روی قالیچه. گفت: به حق حضرت سلیمان، مرا به قصر خودم برسان. سعید که قالیچه را تو هوا در پرواز دید، آه از نهادش بر اومد. از چشمه اومد بیرون. زیر درخت روی سبزه ها دراز شد و یک دستش رو گذاشت زیر سرش و یک دستش رو روی چشمهاش. هرچه فکر کرد چجوری باید خودش رو از این جزیره نجات بده، عقلش قد نداد تا اینکه خوابش برد. یک وقت از خواب بیدار شد، دید صدای حرف میاد. آهسته لای پلکاشو وا کرد و دید دوتا کفتر رو شاخه درخت نشستن.
یکی به اون یکی میگه جان خواهر، میدونی این جوون کیه و اینجا چه میکنه؟ اون یکی گفت البته که میدونم، این جوون بیچاره سعیده که داره چوب عشق دلارام رو میخوره. اون رو برداشته به کمک قالیچه حضرت سلیمون اوورده اینجا که نتونه چنگش فرار کنه. اما اون جادوگر جای قالیچه رو فهمیده و همینجور که میبینی قالش گذاشته. کفتر اولی گفت ای وای، حالا چجوری باید خودش رو از این جزیره نجات بده؟ دومی گفت قصه اینش رو نخور خواهر، هر کاری راهی داره. این درخت که ما روش نشستیم انواع و اقسام خاصیت ها رو داره، هر کی پوستش رو جدا کنه و به بند کف پاش میتونه چنان از دریا بگذره که پاش هم تر نشه. شاخش رو هم به هر کس بزنه به شکل خر در میاد. میوش رو هم آب بگیرند و به خورده کسی بدند که ناخوش و غیر قابل علاج باشه شفا پیدا میکنه. کبوترها اینا رو گفتند و پریدند. سعید پوست درخت رو جدا کرد و بست کف پاش. چند تا ترکه و یه خورده میوه هم ازش چید و از دریا گذشت و خودش رو رسوند به خشکی. رفت و رفت و رفت تا بعد از چند روز رسید به شهری. دید جارچی انداختند که هر کسی بتونه دختر پادشاه رو که ناخوش سخت شده و افتاده و حکیم های دربار از علاجش مایوس شدند رو چاق کنه، شاه هم دخترش رو به اون میده هم نصف مملکتش رو. رفت در قصر رو زد، گفت حکیمم، اومدم دختر رو چاق کنم. بردندش بالا سر دختر، آب میوه ها رو گرفت و داد بهش. یک ساعت نشد که دختر پا شد و نشست، چنان که انگار هیچ وقت خدا درد و مرضی نداشته. شاه هم جلدی فرستاد ملا آوردند و دختر رو برای سعید عقد کرد. دستش رو گرفت گذاشت تو دست اون و نصف کشورش رو هم داد بهش. حالا دیگه سعید هم شد شاه سلطان سعید. چندی که گذشت لشکر فراوانی تدارک دید و عازم شهر دلارام شد. پدر دلارام که آماده جنگ نبود ایلچی فرستاد پیش سعید که من طاقت جنگ کردن با تو را ندارم، اگر باج و خراجی میخوای حرفی نیست. سعید گفت من نه چشم به خاک تو دارم و نه باج و خراج میخوام، مطلبم دختر دلارامه. اونو بفرست به اردوی من تا بی معطلی برگردم به همون جایی که ازش اومدم. ایلچی برگشت و یک ساعت نشده بود که دختر رو با زر و زیور فراوان فرستادند به اردوی سعید. همین که چشم شاه سلطان سعید به دلارام افتاد، از قیزی که داشت پرید جلو و ترکهی بهش زد که دلارام چرخی خورد و به صورت ماچه‌خری در آمد و عشق از چشمهایش سرازیر شد. سعید که تاب گریه او را نداشت بهش گفت سزای من که اونجور تو رو دوست داشتم این بود که اون بلاها رو به سرم بیاری. دلارام چیزی نگفت و همونجور اشک ریخت. شاه سلطان سعید گفت من هنوز هم تو رو دوست دارم، قول شرف میدی که دیگه در پی ویرونی و خونه خرابی من نباشی؟ دلارام همونجور گریون سر تکون داد. سعید هم که اینجور دید یک ترکه دیگه به اون زد و باز چرخی خورد و شد همون دلارام شهرآشوبی که بود. سعید فرستاد ملا آوردند و دلارام رو برای خودش عقد کرد. بعد به امیر لشکرش دستور داد که سپاه رو برگردونه به ولایت و خودش با دلارام سوار قالیچه شدند. سرمدان و انبان رو هم برداشتند و روانه مملکت شد تا با هر دوتا زنش به خوشی و خوبی زندگی کنند. دوستان، از اینکه تا به انتهای این داستان همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. لطفاً نظرات خودتون رو برای ما کامنت کنید و برای حمایت از ما لایک فراموشتون نشه. شاد و سربلند باشید.